سلام عزیزان، از راه دور به همه شما عزیزان بیننده، خواهران و برادران عیسی مسیح و اهل خانه خدا سلام میگم و درودهای مسیحی و تحیات مسیحی رو خدمت شما میفرستم و سال نو مسیحی رو به همه شما تبریک میگم، همچنین به خادمین کلیسای متحد ایرانیان، برادرانمون، خواهرانمون، همه خادمین مبارک باشه عزیزان. و خیلی خوشحالیم که این سال 2021 رو شروع کردیم. امروز مسئولیت سختی به عهده من گذاشته شده، چون که اولین موعظه سال 2021 به من داده شده و این معمولا کار آسونی نیستش، چون اولین موعظه ساله و معمولا کلیساها خط مشی خودشون رو ارائه میدن که برای سال جدید چی رو در نظر گرفتن. بعضی از واعظا اسم و هدفی برای اون سال تعیین میکنن، میگن امسال مثلا سال بشارته، امسال سال ایمانه، امسال سال شادیه یا امسال سال شفاست. ولی من نمیخوام شما رو ناامید کنم، تا انتهای این موعظه با من باشید. امیدوارم که شاید خداوند اسم و هدفی برای سال 21 در قلب شما بگذاره. آرزوی من این بود که خدا پیامی روشن و نبوتی به من بده که با شما در میون بذارم. همینطور آرزوم این بود که خداوند به من بگه که امسال همه رو برکت و شفا میده و آرامش میده و چند تا هم اسم شخص رو هم میداد که من نمیشناختم و کلام علمی داد که بگم که شما از بیماری های سخت شفا پیدا میکنید. ولی هرقدر سختتر دعا کردم، همون مطالبی رو داد که 2000 ساله در کلیساها موعظه میشه و شما هم سالهاست شنیدید و میدونید. یه چیز جالبی به نظر من میرسه که مطمئن نیستم این از طرف خدا باشه، 100% خدا داده باشه، ولی فکر میکنم که میلیون ها نفری که حسابشون خوبه و حساب و دوست دارن با یه حساب سرانگشتی خواهند فهمید که امسال 21مین سال از قرن 21مه. پس 2 تا 21 کنار هم هستش، یعنی 3 ضرب در 7 که 3 عدد تثلیث و 7 عدد الوهیته. و از این نظر برای شخص من خیلی سال جالبیه که منتظر بشم ببینم خدای تثلیث در سال جدید، سال 21، برای ما چه کار خواهد کرد. سال جالبیه چون که 3 هفته از قرن 3 هفته میگذره. ولی بریم سر اصل مطلب، یعنی کلام خدا. کلام خدا واقعا عظیم و عجیبه. همین که ما سال نو رو جشن میگیریم، خودش نشون میده که اتفاقی در تاریخ افتاده. همه میخوان بیان کالبد شکافی کنن کتاب مقدس رو و از توش ایرادهایی در بیارن. ولی همین که امسال ما سال 2021 رو جشن گرفتیم، خودش ثابت میکنه که شخصی تاریخی مانند عیسی مسیح وجود داشته و او باعث شده که مبدا تاریخ دنیا عوض بشه. تا اون موقع مردم حتما تاریخ داشتن، نداشتن. حتما سالهایی رو از سلطنتهای پادشاهان مختلف حساب میکردن، وگرنه چطور مردم حساب میکردن ببینن چند سالشونه؟ حتما تاریخ بوده، تقویم بوده. تقویم خیلی خیلی قدیمیه، خیلی به گذشته مربوط میشه. ولی عیسی مسیح تقویم رو تکان داد، تقویم رو تازه کرد، تقویم جدیدی به وجود آورد. نه اینکه خودش بگه که بیایید تقویم به نام من بکنید، نه. سالها، شاید صدها سال بعد از اینکه عیسی مسیح به دنیا اومده بود، مردم خواستن که دیدن که مردم دارن حسابشون رو با تقویم مسیحی میکنن و گفتن بذارید ما هم این رو قانونی کنیم. هللویا، خدا رو شکر برای عیسی مسیح که اومد وارد تاریخ دنیا شد، اومد وارد تاریخ زندگی ما شد. و من خیلی کتاب مقدس رو دوست دارم و 42 ساله که من به مسیح ایمان آوردم. در سال 42 از ایمانم بیشتر از همیشه نسبت به کتاب مقدس علاقه پیدا کردم و احساس میکنم باید
قدردانی کنم از کلام خدا، چون هر بار که کلام رو باز میکنم و میخونم، الان با دقت بیشتری میخونم، موقعی که 15 ساله بودم یک طور دیگه میخوندم، ولی الان که 58 ساله هستم یک جور دیگه میخونم. الان برای من کلام خدا مفاهیم جدیدتری داره، چون تجربه زندگی رو بیشتر در زندگی خودم کسب کردم و میدونم که برای شما هم همینطور هستش. هر سالی که به ایمان ما اضافه میشه و همون اندازه کلام خدا رو بهتر ما میفهمیم و بیشتر دوست داریم و بیشتر نسبت بهش عشق و محبت تازه‌ای پیدا میکنیم. خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه، خداییه که چیزای جدید رو دوست داره. امسال وارد سال جدید شدیم، خدا هم چیزای جدید رو دوست داره. اصلا کتاب مقدس با این شروع میشه که خدا خواست چیز جدیدی خلق کنه. چیکار کرد؟ دنیا رو خلق کرد، دنیای مادی رو خلق کرد. کلمه در ابتدا که اولین کلمه در کتاب مقدس هستش، در زبان فارسی در ابتدا ترجمه شده، در زبان اصلی یونانی براشید، و آشوری هایی که الان گوش میدن اونا هم میفهمن، چون براشید کلمه ای آشوری هم هستش، به خاطر اینکه ما آرامی صحبت میکنیم، به معنی ابتدا هست، شروع همه چیز هست. اصلا کتاب مقدس با این شروع میشه که خدا خواست چیز جدیدی خلق کنه و ابتدای خلقت دنیای مادی رو نشون میده این کلمه براشید. خدا گفت روشنایی باشه و دید که روشنایی نیکوست. یعنی اینو من دارم آیه رو دارم میخونم، نه اینکه من تفسیر میکنم از کاری که خدا کرد. اصلا آیه میگه که خدا خواست چیز جدیدی خلق کنه، خدا گفت روشنایی بشه و دید که روشنایی نیکوست. مگه خدا نمیدونست که روشنایی نیکوه؟ مگه ندیده بود اون رو؟ مگه برای خدا چیز مجهولی وجود داره؟ این نشون میده، همین جمله نشون میده که خدا وقتی چیز نوعی میآفرینه خوشحال و هیجان زده میشه. هللویا. همه این چیزها کاملا نو بودن. انگلیسی میگم brand new. کاملا نو، تازه از کارخونه در اومده. بعد انسان رو به این طبیعت اضافه کرد و بعد هم برای آدم حوا رو اضافه کرد، حوا رو آفرید و برای آدم و حوا باغ عدن رو آفرید. همه چیز کاملا جدید بود، مثل خونه تازه که شما اولین ساکنان اون باشین. چه لذتی داره، نه؟ خیلی لذت داشت. امیدوارم خونه واقعا نوساز کسی تا حالا تجربه کرده باشه. خیلی لذت داره که آدم وارد خونه تازه بشه، موکتا رو تازه زده باشن، تازه کف خونه رو رنگ کرده باشن، همه چی تازه، حتی بدونید که آجرهاش هم تازه از توی کارخونه در اومده. خیلی لذت زیادی داره. و همه این چیزها رو برای کی گذاشت؟ برای انسان. تا موقعی که گناه اومد. گناه یعنی چی؟ یعنی رد کردن حاکمیت خدا بر زندگی اون زوج جدید و به دنبال زندگی خودشون رفتن. گفتن ما تو رو نمیخوایم. مرسی که دنیا رو ساختی، ولی ما تو رو نمیخوایم. میخوایم خودمون با هم باشیم و برای زندگی ما خودمون تصمیم بگیریم. این در حقیقت همه انسان ها. شما حتما عزیزان اگر ازدواج کردید، یک روزی به پدر مادرتون گفتید که مامان بابا مرسی از اینکه زحمت کشیدی منو بزرگ کردی، من دارم پرواز میکنم، میخوام برم دنبال زندگی خودم. همه انسان ها اینطور هستیم. و اون روز هم آدم و حوا در اثر گناه حاکمیت خدا رو رد کردن. از اون موقع ترس، شرم و دوری از خدا بر انسان غلبه کرد. چیزهای جدید به همراه اینکه انسان رو خوشحال میکنن، همون خونه جدید، از اون طرفی که خونه جدید رو میخرید موجب چی میشه؟ استراب اون هم میشن و احساس امنیتش او رو میدزدن. شنیدم یه نفر خونه خریده بود و روز و شب همینطوری قصه میخورد که اگه خونه من آتیش بگیره، و این وسواس او رو اذیت میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما یک چیز تازه‌ای رو به زندگی خودمون اضافه می‌کنیم، داریم یک تکونی زندگی خودمون رو میدیم، نه؟ زندگیمون از اون حالت امن و امانی که داشت بیرون اومده، احساس مسئولیت تازه‌ای داریم. همه میخوان در وضعیت موجود باقی بمونند و تازه نشن.
ما دوست داریم چیزهای تازه داشته باشیم، ولی اون حالت استرابش رو دوست نداریم. اون چه که از خدای کتاب مقدس ما یاد میگیریم اینه که او نوآوری رو دوست داره، چیزای تازه رو دوست داره، اون ماجرایی که در نو شدن هست و دوست داره. و شاید خدا واقعا امسال میخواست به من یادآوری کنه در مورد نو شدن، برای اینکه این موعظه رو وقتی تهیه کردم خودم خیلی لذت بردم و شب که فکر میکردم یک دفعه این کلمه و این متن و این چیزی که دارم میگم در ذهن من گذاشته شد. در این سال نو او میخواد ما رو هم تازه کنه. ما هم از چیزای تازه خوشمون میاد، نه؟ این شاید یکی از خصلت‌هایی باشه که اونو از دست ندادیم به خاطر گناه، از خدا به ارث بردیم، چون که خدا ما رو به شباهت خودش و به شکل خودش خلق کرد. ولی همین هم، همین نوآوری و نوخواستن هم مثل بقیه خصلت‌های خدادادی ما به خاطر گناه چی شده؟ مخدوش شده و کدر شده. وجود داره ولی مخدوش و کدر شده. ما لباس و کفش تازه رو دوست داریم. یه سوالی ازتون بپرسم، چند نفر از شما الان که سال نو شد ملافه های خودتون رو عوض کردید؟ من به بچه ها گفتم من توی ملافه های کهنه پارسال امروز نمیخوابم، باید ملافه هامو عوض کنم. چند نفر از شما لباس نو و کفش نو پوشیدید برای سال نو؟ اصلا آدم وقتی که سال نو میشه نمیخواد که اون جورابای کهنه و قدیمی و دیروزی خودش رو پاش کنه، نه؟ آدم نمیخواد اونو داشته باشه، میخواد چیز نو بپوشه، میخواد چیز نو داشته باشه. ما هم این چیزای نو رو دوست داریم. سال نو، کفش نو، لباس نو، ماشین نو، خونه نو، همه رو دوست داریم. ما میخواییم که اشیای جدید، اشیای تازهی به زندگی خودمون اضافه کنیم و شاید حتی این رو بخواییم برای بدن خودمونم انجام بدیم، نه؟ بعضیات صورتشون رو عمل میکنن، جراحی پلاستیک میکنن، میرن مو به سرشون اضافه میکنن، همه اینها رو انجام میدن برای اینکه میخوان تازه بشن، میخوان زنده بشن، میخوان عوض بشن. ولی ما دوست داریم، دوست نداریم که چی بکنیم؟ خودمون رو عوض کنیم. یعنی نه حتی قیافمون رو دوست داریم عوض کنیم، ولی خود درونی خودمون رو، اونو نمیخوایم عوض کنیم. اون رو میخوایم همون جور بمونیم، نمیخوایم که تازه بشیم. هر کس اینطوریه، حتی ایماندارایی که تولد تازه رو تجربه کردن. میدونید ما ایمانداران در مورد تولد تازه صحبت میکنیم و یه نفر میگه که من به مسیح ایمان آوردم، میگیم تولد تازه پیدا کردی؟ میگه بله. حتی ایماندارایی که تولد تازه رو تجربه کردن، بعد از سالها در جا زدن در زندگی روحانی خودشون چی میکنن؟ احساس امنیت و آرامش به اونها دست میده و نمیخوان که زندگی اونها تغییر چشمگیری پیدا کنه. شما به یه ایماندار قدیمی مثل من 42 سال بگید که ریتا تو باید خودتو عوض کنی، خیلی ناراحت میشون. ایماندار قدیمی میگه برو، من 40 ساله به مسیح ایمان آوردم، تو اصلا تو دنیا نیومده بودی، من توبه کردم، تو به دنیا نیومده بودی 40 سال پیش که من به مسیح ایمان آوردم. ولی همون 40 سال آدم به جایی میرسه بعد از 40 سال همینطوری در جا میزنه و به اون چی که داره قانعه و نمیخواد که عوض بشه، چون که چی؟ ما دوست داریم که حالت احساس امنیتی بکنیم نسبت به ایمانمون. خیلی ایماندارای قدیمی رو دیدم میگه من عالیم، من خیلی خوبم، خدا رو شکر، خدا به من خیلی برکات داده. و وقتی که این شخص این رو میگه، من میگم این خیلی وضعش خرابه، چون خیلی از وضع خودش راضیه. یعنی وقتی که ما وقتی بگیم از وضع خودمون راضی هستیم، این شروع و ابتدای مشکلات ما هستش. ما باید همیشه بخوایم مثل پدرمون عاشق ماجرا و دردسر باشیم. خدای ما عاشق ماجرا و دردسره. خدای ما مثل ما نیست. خدای ما انسان رو آفرید. وقتی انسان گناه کرد خدا چیکار کرد؟ یعنی انسان داره یک حرکتی در شطرنج میکنه، خدا حرکت دیگه میکنه.
انسان گناه میکنه، از اون طرف خدا چیکار کرد؟ نقشه نجات رو کشید. یعنی یک ماجرای دیگه، یک ماجرایی که 2000 3000 سال، چند هزار سال ادامه داشت و تا اینکه به انجام رسید چندین هزار سال. چطور شد؟ خدا نقشه نجات ما رو کشید و تصمیم گرفت که پسرش رو برای نجات بشر به زمین بفرسته. چون عیسی مسیح میگیم در کلام خدا در یوحنا باب 1 این نوشته شده در انجیل یوحنا که در ازل کلمه بود. کلمه عیسی مسیح از ازل وجود داشت. او در آغوش پدر بود و هنوز به جسم نشده بود. هنوز به دنیا نیومده بود که مثل ما زندگی کنه. پس عیسی مسیح به دنیا اومد و لازم بود که قومی تازه به وجود بیاره خدا، چون پسرش رو میخواست بفرسته. مسیح قرار بود که به دنیا بیاد، ولی خدا باید چیکار میکرد؟ دنبال یک قومی میگشت که از اون قوم پسر خودش رو به این دنیا بفرسته. به نظر شما اون قوم چه قومی بود؟ یک قوم بت‌پرست؟ یک قوم بی ایمان؟ خدا گفت نه، من از نو متولد میکنم، با این اقوامی که اینجا هستن کاری ندارم. همه قوم های دنیا رو ول کرد، یک نفر رو جدا کرد، یک شخص رو جدا کرد، ابراهیم رو، و از ابراهیم یک ملتی به وجود آورد. هللویا، چه صبری خدا داره، عجب صبری خدا دارد. خدای پدر یک قوم جدیدی رو متولد کرد برای اینکه پسرش رو در اون قوم به این دنیا بفرسته، قومی که همه پدراش ایماندار باشن، قومی که همه پدراش خدا رو بشناسن، همه قوم، همه پدراش خدا رو به طور غیر عادی و غیر طبیعی دوست داشته باشن و با او رابطه برقرار کرده باشن. هللویا. بله، خدای پدر برای پسرش مسیح از میان این قوم چیکار کرد؟ خانواده هم انتخاب کرد. هللویا. در این روزهای عید تولد عیسی مسیح چقدر شنیدیم در مورد این خانواده الهی که او انتخاب کرد. او مریم رو انتخاب کرد، او یوسف رو انتخاب کرد که بیاد پدری باشه برای عیسی مسیح، برای موجود تازه متولد شده آسمانی، او رو بزرگ کنه، تربیت کنه. خدا میدونست چه پدر مادری برای پسرش انتخاب کنه. هللویا. شکر برای وجود او. این پدر خوانده خوبی بود برای عیسی مسیح. نجاری رو عیسی مسیح از او به ارث برد. کار کردن با دست رو. خدای ما خیلی دوست داره کار کنه با دست. همه چیز رو بسازه. فکر میکنم خدا خیلی دوست داره که با خاک هم و چیزی درست کنه. سفالگری رو خیلی دوست داره. و عیسی مسیح به این دنیا اومد، در یک خانواده ایماندار بزرگ شد. وقتی بزرگ شد برای نجات انسان اومده بود، خدمت خودش رو شروع کرد در 30 سالگی. همه این زحمت های خدا و ماجراجوی های خدا و بشر، چقدر زحمت شد، سالها، هزاران سال، از روزی که ابراهیم رو دعوت کرد تا روزی که عیسی مسیح به 30 سالگی رسید، خدا ماجراجویی کرد به مدت حداقل 3000 سال، شاید هم بیشتر، برای این بود که انسان گم شده دست خودش رو در دست خدا چیکار کنه؟ بذاره و به سوی خالق خودش برگرده. در میان این اتفاقا یک اتفاقای دیگه هم افتاد. به این سادگی ها این 3000 سال نگذشت. میتونیم بگیم چه اتفاقی افتاد؟ مهاجرت، اسارت، تبعید، جنگ ها، حکومت، شکست ها، پیروزی ها برای قوم، برای این قوم خدا اتفاق افتاد. ولی همه اینها برای تازه شدن انسان چی بود؟ لازم بود. خدا میخواست که انسان تازه بشه. نمیخواست انسان بهتر بشه یا پیشرفت کنه یا مذهبی بشه. او میخواست همه انسانها، من جمله من و شما، تازه بشیم. تازه در مقابل کهنه. سال 2020 سال کهنه ای الان. به زبالدان تاریخ خواهد رفت.
در بایگانی گذاشته میشه. تقویم سال 2020 رو شما دیگه نگه نمیدارید. متعلق به گذشته است. ببینید خدا برای ما چه چیزهای تازه‌ای رو در نظر گرفته. بذارید یک داستانی به شما بگم که این مطلب بیشتر برای شما روشن بشه. میدونم شما میدونید که بنگاه معاملات املاک کجاست و کسایی که در اونجا کار میکنن. یکی از تجارت‌های بزرگ در این دنیای متمدن ما معاملات املاکه و خیلی پول خوبی هم درش هست. در لندن میدونید که لندن هم زمین گرونه، اونایی که در لندن هستن اینو میدونن. یکی داشت انباری رو میفروخت. در مرکز شهر یک انبار بزرگی بود، اینو برای فروش گذاشته بودن و معمولا اینو چیکار میکنن؟ به خریدار نشون میدن. قرار بود به خریداری هم نشون بده و میدونید که خریدارا و فروشنده های معاملات املاک یک زبان خاصی دارن. کسی که میره زمین بخره یا میره ساختمان بخره در این دنیای غرب تنهایی نمیره، با خودش یه ایجنت میبره، یعنی یک ماموری، یک شخص رو میبره، یک شخص رو که متخصص است میبره که کلا سرش نذارن. پس این تاجر هم که میخواست زمینی، میخواست که ساختمانی بخره در مرکز شهر لندن و اینو داشتم بهش نشون میدادم، ولی مدت ها بود این ساختمون همونجوری مونده بود، متروکه، کسی ازش استفاده نکرده بود، خواسته بودن نشون بدن کسی نخریده بود و یه عده اومده بودن دم درش، اون قسمت درش رو روش چیزایی نوشته بودن، نقاشی کشته بودن، آشغال ریخته بودن، چند تا از پنجره هاش هم شکسته بود، بعضی ها رفته بودن تو. اینجا هم میدونید که وقتی میرن تو، کسایی که خونه چیزی ندارن در این ساختمان ها شب ها میخوابن، روزهایی که سرد هستش اونجا زندگی میکنن، از آبش استفاده میکنن. پس درش زندگی کردن، خیلی کثیف بود، متروکه و کثیف، تعمیر نشده بود. حالا این شخص که میخواست اینو نشون بده به اون تاجر و خیلی میخواست ازش تعریف کنه، تعریفی نداشت بکنه، میخواست وعده ای بده، میگفت ما خودمون درست میکنیم آقا، ما اینا رو تمیز میکنیم، میگم یکی بیاد اینا رو تمیز کنه، جارو کنه، به تو قول میدم که پنجره ها و درها تا موقعی که شما بخواید بیاید اگر بخرید اینا رو ما تعمیر میکنیم. ولی این شخص صاحبی که زمین رو، این ساختمون رو میخواست بخره، گفتش که تعمیر رو فراموش کن، من یه چیز کاملا متفاوتی میخوام از این ساختمون. و اون شخص گفت چیکار میخواید بکنی؟ گفت هیچی، من میخوام بکوبم و یه چیز تازه‌ای درست کنم ازش، لازم نیست که شما زحمت بکشید، حتی نمیخوام که این ساختمون رو، نمیخوام ساختمون رو، ما میکوبیم، زمینش خوبه، جاش خوبه و من اون رو انتخاب کردم. در مقایسه با بنای جدید، اون شخص نمیخواست که اصلا به خودش زحمت بده تعمیرات بکنه، اون میخواست کاملا چیز جدیدی بسازه. و خدای ما هم همینطور هست، نمیخواد که روی اون چیز بنای کهنه و فرسوده ما چیز تازه‌ای رو درست کنه، چیز همون تعمیراتی رو انجام بده. اون میخواد چیز تازه‌ای در اونجا درست کنه. در مقایسه با بنای جدید خداوند، زحمت‌های ما برای بهتر کردن زندگیمون بی نتیجه هستن. شاید ما فکر می‌کنیم سعی کنیم امسال سال جدید خودم رو یکم لاغر کنم، هر روز ورزش کنم، زندگی سالمی داشته باشم، دیگه مشروب نخورم، قول میدم دیگه سیگار نکشم، قول میدم مواد مخدر رو ترک کنم، می‌خوایم زندگی خودمون رو بهتر کنیم، ولی اینها بی نتیجه هستن، مثل جارو کردن انبار بزرگی که قرار کوبیده بشه، قرار خورد بشه، شکسته بشه، ساختمون جدیدی در اونجا به وجود بیاد. خدا میخواد برای ما چیزهای جدید رو بده، چیز جدیدی در زندگی ما ایجاد کنه، خودمون رو جدید کنه، درون ما رو احیا کنه، درون ما رو جدید کنه. چه چیزهای جدیدی در این ها هست؟ خدا ببینید چی میخواد به ما بده. فقط رفتم و جستجو کردم ببینم خدا چه چیزهای تازه‌ای رو به ما میخواد بده.
و اینا اون چیزها هستن که سرانگشتی فقط ما ازشون به سرعت میگذریم. تولد تازه، چشمانداز تازه. به به، کدوم یک از شما دوست نداری چشمانداز خونتونو؟ وقتی پنجره رو باز میکنید چیزی که میبینید دوست ندارید، میخواد یک چشمانداز تازهی داشته باشید، کوها دیده بشه. یه دوستی دارم رفتیم خونهشون، تازه خونه خریده بودن، گفت فقط چشماندازش رو دوست دارم، ببین کوها سبزه ها چقدر قشنگه. و واقعا حق داشت، خیلی ها خونه رو به خاطر چشماندازش میخرن. شراب تازه، خواهر ما گفت که آب انگور رو آماده کنید. حیاتی تازه، قلب تازه، فکر تازه، زبانهای تازه. اینا تو پکیجن عزیزان. وقتی که ما دستمون رو در دست خداوند میگذاریم، وقتی ما وارد مسیح میشیم، مثل اینکه وارد قاری میشیم که هیچ چیز نمیتونه از جاش تکون بده. زبانهای تازه، باران تازه، نور تازه، جان تازه، رابطه و معاشرتی تازه، دیدی تازه. به به، نمیخوایم دیده ما تازه بشه برای آیندمون؟ هر جا که میرین برای مصاحبه، برای شغل، این یکی از سوالات معموله. میگن تا 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ چه دیدی داری؟ میخوان بدونن که ما چه دیدی، چه رویایی برای زندگیمون داریم. دید تازه، ایمان تازه، ایمان جدید، درک جدید از کلام، عهد جدید، پیمان، پیمان جدیدی که ما با خدا میبندیم، شناخت جدید، خانه جدید. اونایی که ندارن، خداوند به شما خانه جدید میده، راه جدید، مقام جدید، جایگاه جدید، مکاشفات جدید. به به، آغازی جدید. خدای ما میدونه که ما خیلی خیلی زحمت بکشیم 100 سال عمر کنیم، ولی بعد از 100 سال همه این لیستی رو که خوندم هیچ کدوم رو نخواهیم داشت. بدون او نخواهیم داشت و او میخواد ماجرایی در زندگی ما به وجود بیاره، یک ماجرای تازه، مکاشفات جدید، آغازی جدید، معیارهای جدید، ارزشهای جدید، افقهای جدید. هللویا. چقدر خدای ما چیزهای جدید در آستین داره که به ما بده. در حزقیال 36:26 خیلی جالب میگه اینو، خیلی من این آیه رو دوست دارم. و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. ما میگیم دل من خیلی، من خیلی دل رحمم، من خیلی دل نازکم، من واقعا همینطورم هستم. ولی خدا میگه ریتا، اون دلی که تو داری، دل رحمی پر از رحم نیست. دل تو چیه؟ دل سنگیه. برای خدا اونجور دل سنگیه. پس ببینید رحم خدا رو، چقدر خدای ما پس دل رحمه. میگه دل تازه‌ای به شما خواهم داد، روح تازه‌ای در اندرونتون خواهم گذاشت. یعنی میگیم ما عوض میشیم، ما میتونیم عوض بشیم. این همون چیزیه که یکی از فقهای عالمین یهود به عیسی مسیح گفت، نیقودیموس به او گفت، گفت چطور ممکنه من که آدم مسنی هستم دوباره از نو متولد بشم؟ آیا من میتونم دوباره یک نطفه بشم و دوباره از رحم مادرم به دنیا بیام؟ اون از نظر روحانی این رو میگفت. دو مرد هم حرفای همدیگر رو خیلی خوب میفهمیدن. این فقیه بود، فقیه یهودی، قشنگ میفهمید که عیسی مسیح منظورش روحانیه، ولی از نظر روحانی برای خودش این امکان را نمیدید که رفتارها و اعمال قدیمی خودش رو عوض کنه.
دید خودش رو نسبت به دنیا عوض کنه، فکر خودش رو عوض کنه، دل خودش رو عوض کنه. این حزقیال مال کی بود؟ مال نیقودیموس بود. نیقودیموس سالها بود که مطالعه کرده بود در حزقیال، در اشعیا، در ارمیا، در همه این کتابهای عهد عتیق، ولی برای خودش این امکان رو نمیدید. بعضی وقتها ما هم همینطور هستیم. ما فکر میکنیم برای همه امکان عوض شدن هست، ولی برای خودمون این امکان نیست. دیگه خیلی دیر شده، من نمیتونم عوض بشم. در دوم قرنتیان 5:17 عیسی مسیح هم همین رو به شاگردانش یاد داد و همین رو در زندگی اونها انجام داد، به طوری که پولس رسول داره به کلیسا میگه، میگه اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. این حرف دکتر هولاکویی رو خیلی دوست دارم و شمویل معمولا اینو تکرار میکنه، گذشته درگذشته. و میبینیم که این کلمه، این کلمه درگذشتن چیز جدیدی نیست. پولس این رو گفت. فاضل خانی در آن ترجمه زیبای قدیمی کتاب مقدس این رو میگه، میگه چیزهای کهنه درگذشت. اگر کسی در مسیح باشد، اگر کسی در مسیح باشد. پس عزیزان، اگر ما در مسیح باشیم، یعنی چی در مسیح بودن؟ این فقط این نیست که ما فکرن و قلبن بگیم بله من قبول کردم عیسی مسیح خداونده. نه، میگه قبول کردن فایده نداره، مسیح بیاد تو فکرت وارد بشه. تو باید وارد بشی در مسیح. یعنی چی؟ یعنی وارد شدن در آن غار، وارد شدن در آن خانه، وارد شدن در آن مأوا، در آن ملجأ، در آن جایی که تو دیگه دور و برت پنجره این نباشه، پنجرت اون باشه، پنجرت عیسی مسیح باشه، درب عیسی مسیح باشه، فکر تابلو روی دیوارت عیسی مسیح باشه، همه زندگیت رو فرا گرفته باشه. کاش که همه ما واقعا به اینجا برسیم. عیسی به مدت 33 سال روی زمین زندگی کرد و 3 سال خدمت کرد. در طی این 3 سال خدمت خودش افراد بیشماری رو نو کرد، تازه کرد. در کلام خدا اون رو تولد تازه یا از نو مولود شدن میبینیم، میخونن. کسایی که با او تماس پیدا کردند دیگه آدمای قبلی نبودند. نمونش کیا هستند؟ ماهیگیری مثل پتروس که از گرفتن ماهی هم گاهی عاجز بود. ما امروز میگیم حضرت پتروس، ما میگیم کلیسای پیتر مقدس، ولی اون روز پیتر یا پتروس مقدس نبود، ماهیگیری بود که از گرفتن ماهی هم عاجز بود. یعنی کاری که سالها براش تربیت شده بود اونو هم نمیتونست گاهی انجام بده، چون ماهیگیری در طبیعت انجام میشد. و روزی که عیسی مسیح گفت این تور رو بنداز اون طرف قایق، چیکار کرد پتروس؟ گفت خداوند نزدیک من نشو، من خیلی گناهکارم. فهمید این کار انسانی نبوده، این کار معجزه بوده. او آدم قبلی نبود. بعد از 30 سال سر از روم در آورده بود، چون او تقریبا 67 میلادی ولی در دهه 60 میلادی بود که کشته شد. یعنی 30 سال بعد از این تعالیم عیسی مسیح پتروس زندگی کرد. و بعد از 30 سال چیکار کرد؟ سر از روم در آورده بود عزیزان، به جای اینکه سر از دریا در بیاره، به جای اینکه بازنشست بشه، به جای اینکه بگه من 60 سالمه، به درد هیچ کاری نمیخورم، تازه سر 67 سالگی رفته رسیده کجا؟ روم. و رفته رسیده روم و داشت موعظه میکرد و کسی بود که امپراتور روم دستور قتلشو میده. اگه قرار من 70 سال زندگی کنم و بعد در خونه بمیرم، چقدر بهتر که در خدمت خداوند به دستور امپراتور روم کشته بشم. این فکری بود که به پتروس رسول رسید. اون این فکر رو کرد.
امروز قبر پتروس زیر کلیسای واتیکان قرار داره. نمیگم که ما به وسیله مسیح جاودانی میشیم یا معروف میشیم. خیلی ها معروف نشدن، کشته شدن، هیچ کس ندونست قبرشون کجاست عزیزان. ولی در حضور خدا، زندگی با خدا زندگی ماجراجویانه است. هر روز خداوند ما رو به راه جدیدی، به طریق جدیدی، به سوی جدیدی میکشه. فکر جدیدی در ذهن ما میگذاره. پولس رسول کی بود؟ پولس که از مخالفای مسیح بود، دشمن کلیسا بود، خانه به خانه میگشت، خانه به خانه پیروان مسیح رو تعقیب میکرد، اونها رو به زندان مینداخت، اونها رو مجازات میکرد، هر جا اونها رو پیدا میکرد میگرفت و میکشت شاید. ولی در راه دمشق رویایی دید. در اعمال 9:5 عیسی رو دید و صدایی شنید که بهش میگه شاول، شاول، چرا منو آزار میرسونی؟ چرا منو اذیت میکنی؟ اسمش رو عوض کرد، نام جدیدی بهش داد. اسم او پولس نبود، اسم او شاول بود. وی پاسخ داد خداوند و تو کیستی؟ پاسخ آمد من آن عیسی هستم که تو به دو آزار میرسانی. واو. حال برخیز و به شهر برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. به به، چجوری به شهر برو؟ با چشمای کور. چشماش کور شد از اون نور خیره کننده ای که آمد. فلسی بر چشماش قرار گرفته بود انگار، دیگه نمیدید. مثل کسی که ببرن اشعه به چشمش بزنن ولی همه چشمش رو اشعه بزنن، هیچی نمیدید. و برگشت از اون طرف. خداوند چه کرد؟ میگه که از آن طرف هم به یکی از شاگردان خود حنانیا، به شاگردان خود حنانیا در رویا گفت که به دیدن پولس بره. گفت برو به دیدن پولس و آدرس محل رو هم بهش داد و به او گفت پولس ظرف برگزیده من است. واو، چقدر این جمله زیباست. پولس ظرف برگزیده من است. خداوند عیسی مسیح اونو در جایگاه دیگه‌ای میدید. او رو در مقام دیگه‌ای میدید. او رو به طرز دیگه‌ای میدید. او رو سرلشکری برای یک سپاه آسمانی میدید. هرچند اون نبود. خدا میخواد ما رو نو کنه. اون تصویری که خدا از ریتا داره با اون تصویری که از من از بهترین های خودم دارم متفاوته. اگر خودم رو در دست او بگذارم، او از من استفاده خواهد کرد. او منو چیکار خواهد کرد؟ ظرف برگزیده خواهد کرد. پولس دشمن مسیحیت، پولس دشمن عیسی مسیح. عزیزان نترسید اگر به خاطر عیسی مسیح با شما مخالفت میکنن. کسایی که میان شما رو دستگیر میکنن، میبرن، بازجویی میکنن، خدا در قلب اونها هم کار میکنه. از کجا معلوم که خدا برای اونها نقشه‌ای نداشته باشه؟ کسی که میگرفت میبرد خیلی ها رو و یک خواهری رو خواسته بود بگه که دخترم این چه زندگی رو برای خودت گرفتی؟ تو میتونی الان بری برای خودت زندگی داشته باشی؟ میتونی خانواده داشته باشی؟ چرا باید اینجا تو زندان در حال بازجویی باشی؟ و اون دو خواهر کتاب مقدسش رو گذاشته بود جلوش، گفته بود به خاطر این، گفته بود اینو بگیرید ازش و مونده بود روی میزش. خواهر به زندان رفته بود ولی اون کتاب مقدس اونجا مونده بود و اون کتاب مقدس هر روز داشت چکش میگفت به مغز این شخص تا روزی که برداشت از روی اون میز و شروع کرد به مطالعه کردن و زندگیش عوض شد و عیسی مسیح زنده را دید. عزیزان در دست خدا مشکل نیست. او از پولس سرلشکر میدید برای سپاه آسمانی. ولی پولس چی بود اون موقع؟ یک سرباز صفر درجه بود در کشتن مسیحیان. هللویا. زن سامری سر چاه با عیسی آشنا شد.
بعضیا میگن چرا سر چاه، میگن این حتما از جاهای دیگه که سر چاه در موردش صحبت شده از اونجا تقلید کردن، ساختگیه. نه عزیزان، سر چاه محل اجتماع بود. چطور مردم میرن الان؟ کجاها شما اجتماع میکنید؟ من دختر 16 10 ساله‌ای بودم در شهر ما نونوایی، مردم میرفتن و نون میخریدن، نون لواش، و صف میستادن. مادر بزرگ من در اون موقع پیرزنی 78 ساله، شاید 80 ساله بود، ولی میگفت باید برم پیاده روی واسم خوبه، تا مثلا از خونه ما تا نونوایی بگم 200 قدم فاصله بود. میرفت هر هفته ای 2 روز یا 3 روز اونجا مینشست و میگفت نه، یه دونه 3 تا نون نمیخوام، 40 تا نون برای من جمع کنید. و این باعث میشد اونجا بشینه توی صف، باید میشست دیگه، اونجا منتظر میشد. و در اون انتظاری که اونجا میکشید با افراد آشنا میشد و شروع میکرد با صحبت کردن. و یه روز مثلا میگفت من دوستم میاد امروز خودمون اما با هم زندگی میکردیم، دیدیم یک دختر جوان 20 ساله یا 16 ساله یا 17 ساله اومد، گفت این دوستمه، با هم دوست شدیم تو صف نون. شما صف نون با هم آشنا شدید، عیسی مسیح سر چاه آشنا شد. امروزه در این دنیای متمدن یه جای دیگه هم مردم با هم آشنا میشن. اونایی که سیگاری هستن در کالیفرنیا نمیتونن سیگار بکشن توی ساختمون ها، میرن بیرون وای میستن، پس توی ساختمون اگر همسایه دارم سر با همسایشون شروع میکنن به صحبت کردن. یا اینکه توی عروسی اونایی که میرن بیرون سیگار بکشن دور هم وای میستن، آشنا میشن با هم دیگه. اینطوری بعضیا همدیگه رو پیدا میکنن، با هم ازدواج میکنن. سر چاه محل اجتماع بود، عیسی مسیح با او آشنا شد. زن سامری سر چاه با عیسی آشنا شد. مرد جوونی که از اون آب خواست همونی بود که بهش آب حیات داد. او زمانی بر سر چاه اومده بود که دیگران نمی اومدند، نمی خواست با مردم روبرو بشه. خیلی وقتا ما هم جایی میریم نمی خواهیم یه موقعی بریم که همه اونجا هستن، نمی خواهیم جاهای شلوغ بریم که ما رو می شناسن، دوست نداریم، شکستی در زندگی ما به وجود اومده، نمی خواهیم مردم رو ببینیم. برای اون هم همین طور بود. این مرد جوان زندگی رو عوض کرد. همه می دونستن که در زندگی بازنده‌ای بیش نیست. چطور؟ از کجا میفهمیم که بازنده بود؟ اون نیاز داشت به هویت جدید. سخن گفتم با یه نبی که بعداً معلوم شد مسیح موعود، به اون این هویت رو داد. او شخص رو پیدا کرده بود که خیلی بالاتر بود از زندگی او و مشکلات او. او 5 بار ازدواج کرده بود. از زندگی ازدواج، زندگی خودش هیچ موفقیتی ندیده بود. مردی که باهاش زندگی میکرد شوهر او نبود. یعنی برای اداره زندگیش محتاج یک مرد بود، نه ثروتی نداشت، وگرنه او آرازی نمی شد که با 5 مرد ازدواج کنه. زنی فقیر بود، زنی ناتوان بود، زنی شاید بگیم در نظر دنیای اون موقع آبروی خوبی هم نداشت. عیسی هم فقط یک رهگذر بود که داشت از سامره رد می شد. در یوحنا 4:29 میگه که برای او چه اتفاقی افتاد. ملاقات عیسی با او سر چاه از نظر ما تصادفی است، ولی از نظر خدا تصادفی نبود. بله، مسیح میدونست که او کیه و چی کار کرده، و به جای یک زن شکست خورده و بازنده در او چی میدید؟ یک مبشر میدید. یوحنا 4:39، پس در پی شهادت آن زن که گفته بود هر آنچه که تاکنون کرده بودم به من باز گفت، بسیاری از سامریان ساکن آن شهر به عیسی ایمان آوردند و از او خواستند نزدشان بماند. پس 2 روز آنجا ماند. عیسی فقط یه رهگذر بود، داشت از سامره رد می شد، ولی زنی با گذشته مشکوک در یک لحظه با ملاقات او شخص تازه‌ای شد و موجب بیداری روحانی در شهر کوچیک خودش شد. باور می‌کنید؟ حتی باعث شد عیسی 2 روز هم اونجا بمونه. قرار نبود بمونه. در این جمله می‌فهمیم دیگه، 2 روز هم آنجا بمان. و اونا گفتن بمون. دیدیم که
چطور عیسی مسیح افراد رو نو کرد، اونها رو تازه کرد. و سه نمونه از اونجا برای شما من عنوان کردم. و بعد افسوسیان باب 4 آیه 23 و 24 رو برای شما خوندم که شما میتونید بعدن خودتون بخونید، به روح ذهن خود تازه بشید و انسانیت تازه رو میگه بپوشید در اونجا. پس ما میخوایم انسانیت تازهی بپوشیم. این انسانیت تازه چیه؟ مثل اون لباس آمادهیه، مثل ریتای دیگهیه که خدا اجازه میده من بپوشم. وقتی که من عیسی مسیح رو با ایمان در زندگی خودم میپذیرم، روح القدس میاد و منو تازه میکنه، منو عوض میکنه، ریتای جدیدی میشه. یعنی اون لباس کهنه رو، اون انسانیت کهنه رو، مثل یک لباس کثیف که از تن خودمون بیرون میکنیم و لباس تازه رو میپوشیم، باید اول اونو بیرون کنیم. یعنی باید بپذیریم که ما هنوز اون چیزی نیستیم که خدا میخواد. خیلی وقتها من دختر 15 ساله‌ای بودم، برادر عزیزمون برادر ادوارد در جلسه از من پرسید، گفت ریتا خواهر، شما دوست دارید که قلب خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید؟ و من در اون لحظه با خودم میگفتم مگه من چیکار کردم؟ یه کمی طول کشید، یه جلسه نشستم، موعظه رو شنیدم و متقاعد شدم که من اونی نیستم که خدا میخواد. خدا برای من باز کرد که میخواد از من یه چیز دیگه ای بسازه. ولی باز هم وقتی برادر ادوارد پرسید که آیا شما آماده هستی، یه چیزی اونجا نمیذاشت، یه چیزی اونجا اجازه نمیداد. عزیزان، این در همه ما هست. یک چیزی در ما هست که نمیخواد اجازه بده ما این لباس کثیف رو از تنمون بیرون کنیم، اینو در بیاریم و اجازه بدیم که خدا بیاد وارد بشه و ما رو عوض کنه. هیچ یک از ما از عوض شدن خوشمون نمیاد، به ما اضطراب میده، به خاطر اینکه یک چیز ناشناخته‌ای در آینده انتظار ما رو میکشه و ما اون رو نمیخوایم تجربه کنیم. ولی من به شما بگم اون چیزی رو که با خدا تجربه میکنیم، هر لحظش لذت داره، هر لحظش ماجرا داره و حضور خدا در اون هست، به تنهایی اون رو نمیبینیم و انجام نمیشه برای ما. کافی نیستش که فقط اصول کهنه و انحطاط یافته زندگی کهنه رو از خودمون بتکونیم، یا اینکه لباسمون رو چیکار کنیم، یه ماهود پاکم بزنیم تمیز کنیم. نه، باید در بیاریم و اون تازه رو بپوشیم. اصول جدید، اصول جدیدی که عیسی مسیح به ما میده، ما رو به حرکت میندازه. این انسانیت تازه به وسیله قدرت نامحدود خدا از میان گیجی و تهی بودن زندگی ما چی میشه؟ خلق و تولید میشه. ما تهی هستیم، ما گیج هستیم، ما نمیدونیم میخوایم با زندگیمون چیکار کنیم، ما نمیدونیم چیه اونجا اون ته دلمون که باعث میشه ما احساس خوشحالی یا خوشبختی نکنیم، ولی خدا میدونه اون چی هستش. از میان همون گیجی، از میان همون خالی بودن ما، خدا کار و تخصصش اینه که چیکار کنه؟ یه چیز تازه‌ای خلق کنه. کار و تخصص او اینه که از میان کهنه ها رو تازه ها رو بیافرینه. خدا به ما اینو میگه، میگه تو میخوای یه بار زندگی کنی، تا حالا هم به قدرت خودت زندگی کردی، امروز به تو فرصت میدم انتخاب کنی، با من، با من یا بدون من، با من یا بدون من، با من یا بدون من. خدا اینو از ما میپرسه، در خدمت ملکوت من یا در خدمت خودت. فرصتت محدوده، زندگیت کوتاهه، در زندگی چیزهای غیر قابل پیشبینی اتفاق خواهد افتاد، مشکلات خواهی داشت، ولی میخوایی با اونا بدون من روبرو بشی یا با من؟ من زندگی تو رو پر از ماجرا خواهم کرد، دستت رو به من بده، دستت رو در دست من بگذار. هللویا. خداوندا تو رو شکر میکنم، امروز هم دست تو دراز هست. تو میخوای که ما دست به دست تو بدیم، میخوای که ما وارد تو بشیم. در مسیح خلقت تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خداوندا میخوای که ما با مسیح بمیریم، با مسیح مصلوب بشیم،
ولی زندگی بکنیم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی بکنه. و زندگی که الان من میخوام بکنم با قوت پسر تو بکنم، با کمک و هدایت روح تو بکنم، با حضور تو خدای پدر، خدای تسلیث بکنم. خداوندا تو میخوایی من با تو در اوج باشم تا با خودم در ته چاه. امروز خودم رو به تو تسلیم میکنم، بعد از 42 سال دوباره خودم رو به تو تسلیم میکنم و به تو اعتراف میکنم که بدون تو هیچ هستم. خداوندا اگر یک لحظه وجود خودت رو از زندگی من بیرون بکشی، ای روح القدس، اگر یک لحظه تو وارد زندگی من نشی، من اشتباهات پی در پی میکنم. خداوندا تو بیا امروز دوباره وارد زندگی من شو، مرا تازه کن. خداوندا عزیزان مرا تازه کن، شنوندگان را تازه کن، خانواده هاشون رو، روابطشون رو، وجودشون رو، قلب و روح و جسمشون رو خداوندا مکاشفات تازه، تنویر تازه به اونها بده، نور تازه به اونها بده، محبت تازه به اونها نسبت به خودت بده. ای خداوندا امروز خواهش ما، تقاضای ما اینه که یک رابطه تازه، یک رابطه جدید رو با تو دوباره شروع کنیم خداوندا، و هر روز این کار رو انجام بدیم. هر روز من باید نو بشم، هر روز تازه بشم در حضور تو. تو تازه ها رو دوست داری، هللویا، تو کهنه ها رو نمیخوای. خداوندا ما خودمونم کهنه ها رو دوست نداریم پدر جان. تو بیا وارد زندگی ما شو، همه چیز را تازه کن. هللویا، تو رو دوست دارم و تو رو شکر میکنم. خودمون رو ای خداوند برای شرکت در این شام زیبای تو، این خداوند غذایی که با تو میخواییم بخوریم، این نان و شرابی که با تو میخواییم سهیم بشیم، با حضور تو خدای تسلیث، خداوند قلبهای خودمون رو آماده میکنیم و میخواییم که تو بیای امروز ما را آماده کنی. هللویا، شراب تازه رو در مشکهای تازه عیسی مسیح میریزند. امروز برای این که ما، تو شراب خودت رو در ما بریزی، به مشک تازه احتیاج داری. ما را آن مشک تازه بساز ای خداوند. هللویا، در حضور تو تازه بشویم پدر جان، به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.